وقتی فکر منفی میاد سراغم نمیتونم جلوشو بگیرم. یه دفعه میبینم ساعت هاست دارم به یه ماجرای منفی فکر میکنم. سلام، من سلماز برقگیر هستم، استراتژیست روابط موثر. هیچ چیز برای روان ما مهمتر از کنترل کردن افکاری نیست که میان مثل یه ابر سیاه روی فکرمون سایه میندازن و نمیذارم ما نفس بکشیم. من خیلی از کلاینت هام اینو به هم میگن که ما چجوری جلوی ادامه اون افکار منفی رو تو ذهنمون بگیریم. برای اینی که ما یه استراتژی تکنیک به کار ببریم، هیچی بهتر از تصویر سازی نیست. خب حالا میخوام ببرمتون به تصویر پختن یه غذا. مثلا میخوان شما یه خورش رو بپزید، میذارینش قابلمه‌ای که توش مواد خورشته، تصور کنه همه چی آماده است، میذارینش رو شعله گاز، درسته؟ بعد این زیر اون شعله دست خودتونه، چقدر زیادش کنین، چقدر کمش کنین، کی از اون شعله برش دارین، کی پخته، کی داره میسوزه، درسته؟ تصور کنین اون قابلمه کل چیزاییه که داره تو ذهن شما میگذره. یک، حواستون باشه چی دارین میریزید توش. دو، حواستون باشه چقدر دارین میپزینش. سه، مواظب باشین خودتون رو با تمام محتویاتش نسوزونین. سوزوندن همونه که انقدر تو فکر منفی میمونیم و انقدر با خودمون راجبش فکر میکنیم و به اون داستان چیزای زیادی اضافه میکنیم بدون حضور سایرین که مطمئن شیم که اصلا این واقعیت داره یا نه، که باعث میشیم که کلن در وجودمون یه ملغمه ای باشه از چیزای منفی، سوزونده، بوی سوختم داره میاد و حالمون بد میشه. پس چالش من برای شما اینه، تو کامنت ها این زیر بنویسید کی بوده آخرین بار یا کی از این به بعد میتونه باشه که یه فکر منفی بیاد سراغتون و شما به قابلمه بتونین فکر کنین و اینی که بتونین قابلمه رو آروم بکشید کنار، زیر شعلش رو کم کنی یا محتویاتش رو جابجا کنی. دلتون شاد و تنتون سلامت.